درست سیبالان موسیم راشای لدی عقوب در ادامه قوانین ادر و شوا، کسی که نهز کرده در انگام سختی بلکه نیدرش به لفظ شوعا بوده، یعنی چی؟ در نیدر فرد چه یا وسیله‌ای رو برای خودش مثل قربانی ها آسور میذاره. مثلا نظم میکنه که فلان چیز فلان خوراکی برای من مثل قربانی آسور باشه اگه بخورم. این میشه نیدر. قسم در واقع نیدر اون معتودیت اون شی ماده غذایی واقع شده، اما در شبوعا معدودیت برای خود فرده که قسم میخورم که من مثلا فلان غذا رو نخورم. غذا روال معمول خودش رو داره، ولی فرد خودش رو محدود کرده که این کار رو بکنه یا نکنه. در واقع تو نیدر شوا جفتش یه حالت ایسوری وجود داره. توی نیدر ایسور روی اون شی یا ماده قرار میگیره، ولی در شوا ایسوری خود فرد هست. مثلا خانومی که نزد کرده در اینگام که فرزندش بیماری شدیدی داشته و گفته که من نزد میکنم که اگر به زرش این بچه هم خوب بشه سلامتیش رو پیدا بکنه، مثلا تلویزیون یا ماهواره رو از خونه بیرون ببرم، دیگه چه این وسیله تو خونه نداشته باشی. و حالا باروخشم فرزند شفا پیدا کرده به صورت کامل، ولی تو اجرای این چیزی که گفته بوده من این کارو بکنم، مسئولیت بر خودش ایجاد کرده بوده که علت شواست، شوهر اون خانوم مخالفت میکنه که مثلا شوهر آدم عصبانی مزاجی هست و ادعاش اینه که دکتر اعصاب به من پیشنهاد کرده که مثلا تلویزیون یا ماهواره باشه، من میخوام اخبارش رو گوش بدم، سرم درگیر این مساله باشه، مشغول اونا باشم و از حالت عصبی بیرون بیام. کار برنامه‌ای که بی عجبیایی هم هست خارج از سنیوت اصلا من مشاهده نمی کنم، و اگه تلویزیون بره بیرون خب دوباره اینجا جر و بحث خواهد بود، شالون بعید به هم میخوره. با وجود که اینجا حالا نزد یا حالت قصه این بوده که در هنگام سختی خورده شده و گفتیم چنین موارد رو معمولا عطارا نمی کنم مگر برای مورد میسوا یا ضرورت موروی باشه، بحث هم که شالون بعید به هم میخوره شامل همون موارد میشه و میشه چنین موردی رو حالا رای پیدا کرد، پیتر پیدا کرد، مراجعه کنه به آخام سوال جواب بکنم و براش حتارا بکنم. پس همونطور که گفتیم نیدر خونده میشه به صورتی که آسور میذاره شیعی رو بر خودش که اون شیعه برای او مثل یه چیز قدشی باشه که وسیله قدش رو فرد معمولی عادی نمیتونه استفاده بکنه. یعنی که با وجود که مثلا این گوسفند گام مال خود من هست، از مالکیت من مالکش هستم، اما همین که اونو قدشش میکنم
یا میگم به عنوان قربانی باشه، دیگه حق هیچکونه استفاده از اون رو که از این ایبو کار بکشم، پشمینی بکنم، شخ بزنم باش، برای من وجود نداره و آسور شده. این میشه حالت نیده. اما کسی که میگه که من نذر میکنم که فلان کار رو انجام بدهم یا ندهم، فلان غذا رو بخورم یا نخورم، چون محدودیت رو داره برای خودش ایجاد میکنه، با وجود که اسم قسم هم نیورده، یه از نظر قانونی و شرعی شبوعا محسوب میشه. هست. اما چون لفظش رو دقیق بیان نکرده، از اصل تورا این ارزشی نداره. اما از ربانان، به خاطر اینکه بحث نادر شبوعا در نظر افراد سبک نباشه، همینجور نباشه که نذر بکنه، قسم بخوره بعد زیر پا بگذاره، حتی حالتی که لفظ کلام دقیق هم به کار نبرده، نیاز است که بیاد حتارا بکنه و دقت بکنه که دوچار لغزش و میکشوری نشه. نمونه دیگه، مثلا کسی که شرط خاصی بوده نذر کرده که من اگر این مشکل حل بشه میرم مثلا زیارت ابراموس و یعقوب، و شرایطی حالا ایجاد شده که این امکان براش وجود نداره، این چنین حالتی هم باز امکان حتارا کردن براش وجود داره، چرا که نظر ریشود اختیاری محسوم میشه و میسوان نیست، چون نیتش که حالا حتی بعض بزرگان که میگن که میسواست برای سکونته، نه اینکه حالا زیارتی بره و برگرده. حتی که پاسخ هم میگه ویرشتم اوتا بیشفتم با، وارث بشید اون مکان رو، اون محل رو، کشور رو و ساکن بشید در. اما کسی که نذر کرده که برای سکونت در ارسق دوشا، این دیگه نذر میسوا محسوم میشه و عطارا نمی کنن برای اون نیدرشو، مگر که حقیقتا اجبار کامل و 100% باشه که به هیچ عنوان امکان اجرای نذر براش وجود نداشته باشه. چون که همونطور که قبلا گفتیم نذری که به عنوان میسوا محسوب میشه به راحتی امکان حتارا کردنش نیست. حالا این نمونه‌ای که مثلا اینجا خودش پیش میاد، مثلا وجود داشته بچه شرط خیلی سختی داشته، مریض بوده، تو آی‌سی‌یو بوده، فلان بوده، مادر نذر کرده که اگه بچه‌م خوب بشه من از این به بعد دیگه روسری سر میکنم، توی مجالس و اینا با موی باز نمیام، خدا رو شکر بچه‌م بهبود پیدا کرده، اما حالا برایش سخته که میگه حالا یا بعض خانومای دیگه طعنه میزنن، مسخره میکنن، یا عادت نداشته، برایش سخته که اون شکلی باشه. اون بحث سنیوت پوشوندن موی سرش، حتی اگه نظرم نکرده بود وظیفه‌اش بود، میسوا بود. حالا که یه نادری هم کرده، نادر میسوا محسوب میشه و به راحتی قابل حتارا کردن نیست. هست. مثل که حالا مثلا آقایون مردی تو شرط سختی بوده نادر بکنه که آقا من رهایی پیدا بکنم، هر روز تفیلی میبندم. اگر نظرم نمیکرد این وظیفه رو داشت که هر روز حالا به جز روزهای شعبات یا معدیم اینا تفیلینش رو ببنده. حالا خدا شکر نجات پیدا کرده، معنی نداره که بیاد بگه آقا برای من حتارا بکنید که من سختم هر روز تفیلین ببندم، چون اگه نظرم نکرده اون میسوای براش وجود داشت و این نادر میسوا محسوب میشه، به این راحتی قابل حتارا کردن نیست. نمونهاش بسیار میشه. خانوم ها تا یه 24 ساعته موظف به یک نوبت تفیلا هستن، حالا خواست شعرید بخونه، مینا بخونه، عبید بخونه، ترجمه میگیم شعرید که حالا چوشه مثلن، ولی نهست کرده که هر سه نوبت تفیلا رو بخونه. حالا بعد خدا شکر بچه دار شده، سر شلوغ فلانه، از چون سه نوبته براش موظف نیست،
پس این نزد میسوا معصوم نمیشه حقیقتا، اگر ابکارش عزیز میشه برایش عطارا کرد که هر زمانی که فرصت داشت سه نوبت رو بخونه، نداشت هم یه نوبت اصلی خودش رو هست. اما اگه بگه عطارا بکنه که حتی من روز یه نوبت هم تفیلا نخونم، اون دیگه بیمعنی میشه، چون نظم میکرد یا نمیکرد روز یه نوبت رو موظف بود که تفیلا بخونه. و همین مواردی که میگیم که حالا نظر میسوا به این راحتی قابل عطارا کردن راحتی که نظر کرده دقیقا به لفظ نیدر که گفتیم نیدر یه شیعی وسیله چیز رو برای خودش محدودیت ایجاد میکنه، مثل قدش قرار میده اگر فلان کار رو بکنه یا نکنه. مثلا وقتی که گفته که آسور باشه برای او خوردن فلان میوه، فلان میوه براش قدش حساب بشه، اگر نره که ساکن بشه در رسای قدوشا، اگر جمعه موهاشو نپوشونه یا هر جنبه دیگه، این میشه اون حالت نیدری که نیدری میسواس و براتی قابل عطارا کردن نیست. اما اگه نه توی کلامش و بیانش خود بیان نظره نظر کامل و درستی نبوده، اونجا دیگه نظر معصوم نمیشه. حداقل اینه که میشه براش عطارا کرد که دوتا گناه نکرده باشه. حالا اگه میسوام رو درست انجام نمیده، گناه نظرم به اون اضافه نشه. کسی که میگه این میوه ها آسور باشه براش، مثل گوشت خوک، گوشت خوک خوردنش آسور هست، میگه فلان چیزم اگر من فلان کار بکنم میوه ها برای من مثل گوشت خوک محسوب بشه، یا مثل گوشت نبلا ترفا باشه، اونی که مردار هست یا توی بدیغاش و اینا ترفا شده باز از اصل دین این بیان نادرش درست نیست، چرا که مثلا گوشت خوک از ابتدا بر اساس پاسخ تورا طبیعتا آسور هست، وابسته به آسور اعلام کردن من نیست که من بگم آقا گوشت خوک آسور باشه یا نه. اما در مورد مثلا یه گوسگاو، گوسفند معمولی در اختیار منه که این گوسفندی که متعلق منه تا حالا خولین چیز معمولی بوده، الان من قدشش بکنم دیگه آسور میشه. در مورد نیدر هم موردی نیدر اصلی معصوم میشه که میگه مثلا فلان میوه براش مثل گوشت قربانی باشه، گوشت قربانی از ابتدا حلال بوده اما بعد که اسم قربانی روش اومده محدودیت و ایسور براش پیش اومده، این میشه نیدر واقعی. اما یه چیزی که بالفطره مثل گوشت خوک از ابتداش آسور بوده یا نبلا ترفا، که دست من نیست که همجوری بگم که آقا این حیوانه نبلا باشه، اگر یه شرط خاصی برای اون حیوان پیش اومد نبلا محسوب میشه، و همین خاطر این نیدرش نیدر کامل محسوب نمیشه. با این وجود برای اینکه باز گفتیم افراد بی توجهی نکنن به بحث نیدر اینا، لازمه که نیدرشو بره حتارا بکنه و سختگیری میکنیم که بگردیم دنبال یه راه چاره، یه پهتای راهی براش پیدا بکنیم که نیدره حتارا بشه، به خاطر که افراد عادت نکنن که سر هر چیزی برای خودش آسور بذاره فلان بکنه، که این دوچار لغزش های مختلف میشه. این بحث باز ادامه داره که بذارشن فرصت بعدی خدمتون بگیم.